سه نظر در عالم هست. یک نظری که از روی حب مطالعه می کند موجودات را یا بعض موجودات را، و یک نظری که از راه بغض نظر می کند به همه چیز، و یک نظر ثالثی که حب و بغض درش نیست و آزاد است. اون دو نظر، نظر اشخاصی است که آزاد نیستند. بزرگترین گرفتاری بشر و ماها این گرفتاری است که خودمون داریم و از ناحیه خود ما هست. کسی که از روی حب نفس به مردم و اشیا نظر می کند و به اشیایی که نظر می کند از راه حب نظر می کند، این نمی تواند آزاد باشد در نظر دادن، گرفتار است. و کسی که از راه دشمنی و بغض نظر می کند به موجودات یا به اشخاص یا به گروه ها، این آزاد نیست، نمی تواند حکم صحیح بکند. ممکن است که بسیاری از اشخاص حتی خودشون هم توجه نداشته باشند به اینکه بنده خودشون هستند نه بنده خدا. خودشون هم خودشون را مبرا و منزه می دانند و این برای همون حب نفسی است که انسان دارد. این حب نفس تمام عیوب انسان را به خود انسان می پوشاند. هر عیبی که داشته باشد برای خاطر این حب نفس اون عیب را نمی بیند و گاهی هم اون عیب را حسن می داند. و تا انسان با مجاهدت ها و تبعیت از تعلیمات انبیا از این گرفتاری و عبودیت نفس خارج نشد، نه خودش اصلاح می شد و نمی تواند احکامی که می کند و رأی هایی که می داد صحیح باشد، مطابق واقع باشد. همه بلاهایی که سر انسان می آید از این حب نفس است، از این که آدم خودش را دوست دارد، در صورتی که اگر ادراک کند و واقعیت مطلب را وجدان کند، نفس خودش چیزی نیست، مال غیر است، حب غیر است. منتها به غلط اسمش را حب نفس گذاشتند. این غلط انسان را خراب می کند. تمام گرفتاری هایی که برای همه ما هست برای این حب جاه و حب نفس است. حب جاه است که انسان را به کشتن می دهد، انسان را به فنا می دهد، انسان را به جهنم می برد. رأس همه خطیه ها همین حب جاه و حب نفس است. همه خطاها از اینجا بروز می کند. انسان چون خود را می بیند و خودخواه است، همه چیز را برای خودش می خواهد و هر کس مانع او بشود با او دشمن می شود و هر چرا که می خواهد چون برای خودش می خواهد حدود دیگر قائل نیست. از این جهت مبدأ همه گرفتاری ها می شود.